شمار از مقام های امریکایی گزارش اخیر شورای امنیت ملل متحد در مورد افزایش فعالیت‌های های شبکه القاعده و گروه داعش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را تایید نکردند و گفتند که این تهدیدها به آن پیمانه بزرگ نیست که در گزارش به آن اشاره شده است یک مقام امریکایی به شرط افشا نشدن نامش به صدای امریکا گفت که ارقام ارائه شده در مورد فعالیت القاعده و داعش در گزارش ملل متحد با تحلیل ادارات استخباراتی واشنگتن مطابقت ندارد. القاعده حضور خود را در افغانستان پس از خروج امریکا در اگست سال 2021 میلادی احیا نکرده است. موقعیت استخباراتی ما است که نشانه های از سرگیری فعالیت القاعده را به اشکال مختلف آن دیده می توانیم. چه این فعالیت ها ایجاد کمپ های آموزش باشد یا تحریزی حملاتی که نیازی به یک کمپ آموزشی ندارد. کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش اخیرش گفته که سی تا 60 مقام بلندپایه شبکه القاعده، 400 جنگجو این گروه و 1600 عضو خانواده آنان در ولایت های مختلف افغانستان همین اکنون حضور دارند و القاعده توانسته کمپ های آموزشی جدید در افغانستان ایجاد کند. اما یک مقام ارشد دیگر حکومت ایالات متحده به صدای آمریکا گفت که بر اساس اطلاعات استخباراتی واشنگتن در حال حاضر کمتر از دوازده عضو ارشد القاعده در افغانستان حضور دارد و به گفته وی پس از کشته شدن ایمن الزواهری در کابل در سال گذشته هیچ رهبر ارشد القاعده با شمول سیف العدل رهبر کنونی القاعده به افغانستان نرفته است دو مقام امریکایی که با صدای آمریکا صحبت کردند دلیل اختلاف نظر بین گزارش شورای امنیت ملل متحد و اطلاعات استخباراتی آمریکا در مورد فعالیت گروه های افغان در افغانستان را نگفتند اما یک منبع با صدای آمریکا گفت که حکومت آمریکا از محتویات این گزارش مطلع بود و با نشران هیچ مخالفت نکرد این منبع همچنان افزود که نشر این گزارش از سوی شورای امنیت ملل متحد نشان می دهد که بین ادارات استخباراتی امریکا اختلافاتی وجود دارد و یافته های استخباراتی برخ این ادارات با یافته های گزارش کمیته تحریم های شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان مطابقت دارد جان بالتن مشاور پیشین شورای امنیت ملی قصر سفید در صحبت با صدای امریکا گفت که ملل متحد به ماهیت تهدیدها در افغانستان پی برده است. این بسیار مهم است که این گزارش از سوی ملل متحد نشر شده است. این گزارش را نه عناصر در ایالات متحده نشر کرده و نه این گزارش صدای حکومت ایالات متحده یا مخالفان حکومت ایالات متحده می باشد. این گزارش است که باید توجه زیادی در سراسر سر جهان به خود جلب کند. حکومت طالبان یافته های گزارش کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد را رد کرده است اما اختلاف نظر برخی مقام های امریکایی با یافته ای های این گزارش در حال بیان می شود که بسیاری از مقام ها و پژوهشگران در کشورهای غربی گزارش های ملل متحد را یک منبع معتبر معلومات تلقی می کنند چون در تهیه دیدگاه چندین کشور عضو که در همان بخش تجربه و معلومات کافی دارند استفاده می شود میرویس رحمانی تلویزیون آشنای صدای آمریکا شهر واشنگتن دی سی